تو این کار دیگه خسته شدم، دیگه نمیتونم ادامه بدم. حالا مگه کدام کارمونه درست انجام دادیم که این یه شیر درست انجام بدیم بابا؟ برای سه قرون که میخوام بگیرم باید بیافتم بمیرم. رئیس داره نگاه میکنه، ول کنی بابا، دعوار دیگه بسه. تکثیر این یاروه، تکثیر این وسایلشه، اصلا هرچی دست میزنه به این میفهمه این خیلی سنگینه. خسته شدم، کل بدنم درد گرفته به خاطر ایناش، اینا خیلی سنگینه، خیلی سنگین. همش خرم مالی مفته، یک گرم پولم بهمون نمیده. معلومه که هیچ پولی بهمون نمیده. وضع ما رو ببین تو رو خدا، دفت به پولش، من که ول میکنم، من ول میکنم میرم، نمیتونم، نمیتونم ادامه بدم. خب کرم خود چت خدا، منم میرم، هممون بیام بریم. چرا عوضش کردی؟ من مدل قبلی رو دوست داشتم بابا. 35 سال مشتری خودمی، فقط همین یه مدل رو میزنی بابا، یک کم تنوع بده. مدلش به هم نمیاد، به دردم نمیخوره، شبیه کاسه زدی. آخه این چه مدلیه پسر ها؟ الان مدل روز همینه، اینو با چی میشیری اینقدر؟ با صابون و روغن زیتون و یکم شامپو. عالیه پسر، باورت نمیشه. من یه شامپوی مخصوص برات دارم که الان میدم بزنی به موهات، حالش رو ببری. داخلش چیه؟ مواد طبیعی، گل بابونه، رزماری. این چرا خالیه؟ استان، 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 پولم نیست. تو نمیدونی کجاست؟ فکر کنم ازم زدن. دزده، دزد، دزد اینجاست فکر کنم. یه دزد اینجا هست که جیب منو زده. یکی از اینا بر میدارم باشه؟ انقدی بچه رو زدی اسکل شده بابا. خب تو که زدی؟ هفته بین المللی زبان فارسی از موبیکس مدیا انترتینمنت. چند بار میپرسی مصطفی؟ بی خیال شو بابا دیگه، دیوونم کردی. من چند بار میپرسم برای اینکه همیشه معرفی کنم، بگیر بیان انزازت خرید کنم. خب اگه نمیخوای نخوا. هندونه که نیست مصطفی، قیمتش همه جا همینه، برای همه چی که چونه نمیزنن. این یه رسمه، من که سارتا گرفتم باید یه دونه اشانتیون ببرم، اینه میذارم، اینه برمیدارم، با من اشانتیون با خودم میبرم. روز خوبی داشته باشی. بی تربیت بی وجود، زده تریکتور داخل کردی. چی میخندی؟ یش بار دیگه دستت به این تریکتور بخوره، بیام خودتو، خاندانتو، ماشینتو پره میشنم. یه بار دیگه فقط تو به این دست بزن. بی تربیت، بی شخصیت، بی شعور. لعنتی، همش بدشانسی. آخه این چه وضعشه؟ چرا عدد خوب برای من نمیاد؟ داداش برو دستگاهتو بیار فشار منو بگیر. الو چی هستی؟ صدات نمیاد، بلندتر، بلندتر. شیفک، تو شیفکی؟ چی شده؟ شهردار، شما تو راهین؟ کی میرسین؟ باشه منتظریم. نه بابا چه زحمتی، ایشون روی سر ما جا دارن. من تو قهوه خونم. آره آره اینجا هستم، تو قهوه خونه منتظرتونم. بفرمایین. روزت بخیر، سلام منو هم بهشون برسون. بچه شهردار داره میاد. وای ای خدا، گفتید یه ساعته به اونجا میرسیم، ولی الان نصف روزه که تو مسیری. به نظر تو این روستا برای این پروژه مناسبه یا نیست؟ آره رئیس، الان توضیح میدم. اینجا پولدار زیاد داره و از نظر گردشگری هم خیلی خوبه. به نظرم اینجا برای پروژه‌مون مناسب باشه. داداش مصطفی، فصل شکار شروع بشه، بریم با هم یک شکاری بکنیم. نظرت چیه؟ من با تاهت زنمیم بابا، مواد زایی از آدم آبروش میره. تو همینم نداری پسن. اینا نرزه تو تراکتورا، تازه چارباش بوده. مگه من چی کار کردم گم بزنم به تراکتورت؟ چرا میدازه تو جاده جریم؟ من میکنن آدم ها جلا تا ببین بابا، حواست به جاده باشه. بهتره.
جلسه ببین بابا، جلسه ببین. حواسم هست. ماشاءالله عثمان، سنه یزمان. من فکر میکنم که این پروژه خیلی خرج داره. تو فکر میکنی از آتش بد میان؟ آره، به نظرم بتونن بودجه رو تامین کنن. مگه نه؟ مدام دارن به من فشار میارن که این شهر این کارو کرده، اون شهر این کارو کرده. بودجه ما هم که میدونی خیلی پایینه. پس بهتره که از اینا کمک بگیریم. چت خدا بهتون کمک میکنه، چون تو انتخابات قبلی شما بهش کمک کردید. امیدوارم که این کارو بکنه، چون این پروژه فوق العاده مهمه. ما را زدن. چی شد؟ ماشین من چی شد؟ کجا شو زدی؟ کجا این ماشین زدی تو؟ تراکتور لگن چیه پشت سر من؟ برای سی یک ها بزنه ترمز، برای چه بی وجوده بی وجدان، برای سی میزنه رو ترمز، برای چی حواست به ماشین پشت سر نیست؟ مقصری، حرف مفتم میزنی ها؟ بیا، بیا، بیا بزنم بده چه جرام بگیرم ماجی هستی؟ نه فرد روانی کام بود کسی دیفه کرده چه خری هستی ها؟ زود باش کسی میزنه گران، خودم میزنه کشتن شده برو چیمان بری؟ تو بیمه داری یا نه؟ خواهی پر سرت کنم حرام زمین عوضی حسن، حسن، زد ماشین منو داغو کرد. ماشین آبی گشن. ماشین دولتی رو زدی بازم حرف داری؟ به درک که ماشین دولتیه، اصلا برام مهم نیست. زر نزن بیتر بیاد، به ماشین من توهین نکن. خوش اومدی رئیس، رئیس، دستتو ببوسم رئیس. مصطفی رو ببخشید، این همش مست میکنه و این ور و اون ور میزنه، تقصیر نداره. چرا به ماشین رئیس زدی ها؟ معذرت خواهی کن، زود باش. خانم ها شما هم ببخشینش دیگه، شرمنده. من از طرف مصطفی عذرخواهی میکنم ازتون. رئیس ببخشید، این عقل درستی ندارن. این که اصلا خوله، به کسی آسیب نمیزنن، باور کنین. شما هم اینا رو ببخشین، قول میدن دیگه از این حماقتا نکنن. مگه ما راه زنیم کت خدا؟ چرا این رفتار رو با ما دارید؟ من فقط به یک شرط شما رو میبخشم، فقط به یک شرط. به یک شرط. هر چی باشه قبوله، قبول میکنیم. شما فقط امر کنید. یه ایستگاه تلویزیونی در روستای شما خواهیم کرد. خدا خیرتون بده. ولی به این سادگی نیست. هزینه این ایستگاه تلویزیونی رو شما و اهالی روستا باید تامین کنید. فقط شماها. پولشو باید شما. ولی واسه هزینه‌ها شما باید یکم سر کیسه رو شل کنید و پول بدید. گفتین پول؟ پس بهتره که زنگ بزنید پلیس اینا رو ببره. اینجوری خیلی بهتره. خود دانی. چرا منو بدبخت ها؟ تقصیر همین بود، تقصیر مصطفی بود، همش تقصیر مصطفیه. نکنید بهشون بگو تقصیر تو پسر کارا. شما خودین خجالت داره. نکنید این کارا رو جلوی رئیس. رئیس ما از این کارا سر در نمیاد، اصلا نمیدونیم در مورد چی صحبت میکنیم. چی فکر میاد بهتون کمک میکنه، اون تو این زمینه ها حسابی وارده. من مطمئنم که میتونه به شما کمک کنه، خودش پیشنهاد داده که اینجا بمونه. آروم ساده ها. ممنون رئیس، ممنون. چقدر پول لازم داره؟ به نظر شما چقدر هزینه داره؟ به نظر من حدود 45,000 تا. کجا میرین؟ کجا میرین؟ اونا رو ول کن، خودت کل پولو جور کن. 45,000 تا؟ ما اگه کل روستا رو بفروشیم انقدر نمیارزه. با این روستایی ها نمیشه این پولو در آورد. از کجا بیاریم آخه؟ کت خدا، رئیس رو شما حساب کرده، بعد الان شما نشستید دارید دو دو تا چهارتا میکنی؟ جمعی وام بذاریم زورش کنیم ها؟ مصطفی دهنتو ببند، میشه دو دقیقه زر نزنیم؟ هرشت این کارا رو نکنی. شیفک چرا ما گیره این آدم ها افتادیم؟ اینا که نمیخوان اصلا پروژه رو شروع کنن، میخوان ولش کنن. نه، معلومه که نمیخوان ولش کنن، ما رئیس دوست داریم. چرا نگو؟ تو فقط یک ماه فرصت داری تا کل پروژه رو انجام بدی، فقط یک ماه. خیلی هم عالی، ازتون ممنونم. کت خدا خودش درستش میکنه، خیالتون جمع. فقط یک ماه، زود آمادش کن کل قناری. یا الله. خب کت خدا، یه ماه دیگه میبینمت. بوس بوس. روز همه شماها بخیر. زنم خدای خوشگل ها کت خدا. مرتی که شما میخواید منو بکشید؟ شما کی هستید معمول شهرداری رو میزنید آخه؟ با اون کاری و قرازت زدی به ماشینش؟
بابا جان اصلا مامور شهرداری باشه رئیس جمهور باشه بیخود میکنه جلوی تراکتور من میزنه جلوی ترمز. شما سگ کی باشین که بخواید با مامور شهرداری در بیافتین؟ برو ماشینتو بردار. حالا میدونی چقدر باید پول بدیم؟ از کجا بیاریم؟ هر چی میکشیم از اون شیفه که احمقه. اگه دستم بهش نرسه میدونم باش چیکار کنم. اینا منو میکشن. باز دردن شل نداره نجران نباش بابا درستش میکنه. این پولو جمع کنیم. از کجا بیاریم آخه؟ زمین داریم بفروشیم. تو میتونی از بابات بگیرید. از کجا میتونیم پولو جور کنیم ها؟ فکر اینو کردید؟ از کجا جور کنیم؟ چی میگی کت خدا؟ من گوله مصطفی احمق خوردم. ای میگه بریم مشروب بخوریم مشروب بخوریم. آخه چه مرگته پسر؟ چی داره میگه؟ تو چرتپت میگی؟ خجالت بکش دیگه. همش فکرش میفروشه. بلد نیستین بخورین. خب چرا میخورین؟ چرا میخورین؟ من که دیگه عمرن مشروب بخورم قول میدم. اگه پنیر کنارش بود خیلی خوب بود. بیخیال کرد خدا همینجوریش هم خوبه. ولش کن. این پول از کجا پیدا کنیم؟ ما رو چه به تلویزیون. ما نمیتونیم از کنترل تلویزیون استفاده کنیم. چه برسه بخوایم اینجا یک شبکه تلویزیونی داشته باشیم. ما چی شده؟ عثمان بزرگ شدی میخوای چی کاره بشی؟ میرم تلویزیون. نه میخوام برم توی تلویزیون. یکی رو باید بیاریم که بلد باشه. بود که سر ما بود خجالتم نمیشه. زینب میتونه این کار رو حل کنه قول میدم. زینب دیگه کیه؟ عشق بچگیم. چند وقتی رفته استانبول. خیلی وقت ازش خبری ندارم. اگه خدا کنه من تا موگی نمیرم. دختر یوسف دیوونه رو میگی تو؟ پیش خاله فاطمه دیدمش. گفته بود تو تلویزیون کار میکنه و از اونجا یادم بود که تو همچین کارایی دست داره و میتونه میاد کمکم کنه. مجه شمارشی داره؟ آره شمارشی داری؟ منو دوست داره. به خاطر منم شده حتما میاد. بیاد روسای خودش دیگه ها؟ مزیرتون چیه؟ خب پس بیا. بیا بهش زنگ بزن. من که خیلی وقت بهش زنگ نزدم. آخه چه جوری انجامش بدم؟ بیا تو زنگ بزن. به نظرم تو زنگ بزنی بهتره. عزله کن دیگه. الو الو نه حرف بزن دیگه. الو حرف بزن دیگه. الو بده به من. الو زینب منم ابراهیم کت خدا. آره منم کت خدا. خداحافظ. این چرا اینجوری شده؟ چش شده؟ چرا خشکش زده؟ عثمان داداش بریش روش. عثمان داداشی عثمان چه گفت؟ گفت روستای خودمه. یک ماه مرخصی میگیرم و هر کاری لازم باشه انجام میدم. اینجوری گفت. های حیوان یواش که از خودت نیست کردون که از خودت خجالتم نمیکشه. مثل آب سر میکشه همینزاری. خجالت بکش دیگه. عاشق شده خیلی سره. زینب میاد ولی پولو چی کار کنیم؟ فهمیدم میریم پیش بابات. از اون میگیریم. میریم اونجا. بابا چطوری؟ خب تو این گند و کثافت حالت برم نمیخوره؟ اینو من از تو باید بپرسم پسر احمق. همیشه ما یه ننگ خانواده بودی. شیطونه میگه هرچی از این دریا در بیاد بکنم تو حلقه تو پسر نمک نشناس.
بگذاریم. یه چیز مهمی میخوام بهت بگم. خب چجوری بگم؟ خوب برف ما گوش بده. گره کار ما به دست تو افتاده. از شهرداری اومدن یه پروژه دادن دست ما. 45,000 تا پول لازم داریم. این دوتا احمق تو درد سر افتادن. خودشون درست کردن. خودشون باعث این درد سر شدن. حالا ما موندیم باید چی کار بکنیم؟ این از پسر احمقت، اینم از رفیقش. خب بابا، این مصطفی بیشور با اون تراکتور قرازش زد به ماشین شهرداری، باید پول اونو بدیم وگرنه میندازن. سر همه چیز میندازی گردن من. به من سرپتی داره اون یهو میزنه رو ترمز. خجالتم نمیکشه مرتچه. نزدیک 50,000 تا پول میخوایم. برای تو که چیزی نیست. 50,000 تاست. 5,000 تا فقط برای تعمیر تراکتور من بدین کافیه. متشکرم. خیلی لطف کردین. فقط کافیه 50,000 تا به ما قرض بدیم. مطمئن باش قرضو برمیگردونیم. رقمی نیست که برای تو. بیم بریم بچه ها. مگه پول پیدا نکنیم بیچاره میشیم، بدبخت میشیم. به من کاری نداشته باش، برو از مادرت بگیر. تو رو خدا گوش بده، اولین النگوها رو میفروشیم، بعدشم من برای تو میخرم. مطمئن باش خیلی بهتر از اینو. قسم دو برابرشو برات میگیرم. دارم قسم میخورم شریفه، باور کن وقتی مشکلم حل بشه خیلی بهتر از اینو برات میگیرم. آره حتما که میخری، این دفعه گولتو نمیخورم. این تلویزیون لعنتی رو خاموش کن، یکم به حرفم گوش بده. باور کن اگه این پول جور نشه منو میبرن زندان. فشارم داره میره بالا. ولش کن دیگه، خاموشش کن این لعنتی رو. به حرف من گوش کن. باید از تو بپرسم چی نگاه کنم؟ این غلطو با هر کی کردی برو با همون حلش کن، هیچ ربطی به من نداره. شریفه جون ناچار شدم، باور کن. حالا تو به من بگو چی کار کنم. هر کار تو بگی همون کارو میکنم، باور کن. یه بار گفتم که به من ربطی نداره. تو اصلا انسان نیستی، انسانیت نداری، لعنتی. باز سرم درد گرفت. این پروژه باعث مرگ من میشه. فکر کنم تو هم همینو میخوای. باشد که نمیکندم. اگه ادامه بدین میرم دیگه، نمیام مسخره دلغک. مصطفی بی خیال شو، میگه میرم دیگه نمیام. ها بیشتر داره، داره میاد آلمانیه. فرض کن این داره میره جلو، اینم میره پشترش. این طول سجای بدک همین داره بهش نگاه میکنه. این نگاه انظاری نگاه میکنه. من احمق دارم برای پروژه مسخره شما پول جور میکنم، اینو بفهم. حالا برای پروژه پول گرفتی؟ دستان زلو موتو همین داره گرفتن زدنش. مثل خر گرفتن اینه زدن. صورت چی نگاه کن تکار کرده. راست میگه اینه گربه ونجول میکشه. همونطوری گرفتن مثل خر تا میخورده اینو کتکش زدن، داغانش کردن. همونطوری داغانش کردن. این بر نگاه کن، این بر نگاه کن. دیگه خفشو مسخریه. عوضی از کجا داری میای جیگر؟ مگه نشنیده چی گفت؟ مهم نیست کجا بودی، از حالا با مایی. طلاعاتو بده. یه هر ول کن.
ولش دیگه. ولم کن عوضی. تو رو خدا بده به من شریفه. این مشکل منو حل میکنه. تو خجالت نمی کشی؟ تو رو خدا سور کل دیشب رو نخوابیدم. یک کم به فکر من نیستی. من شوهرتم آخه. شوهرت. بهت گفتم به من هیچ ربطی نداره. گم شو. سرم درد گرفت. دشمن التماس میکردم. تا حالا دلش رحم اومده بود. طلا رو به من میداد. گم شو بیرون. آقا مصطفی هم میگه میخوای توی تلویزیون انگور بشی. انگور چیه فوش داد؟ چی گفت؟ ولش کن بابا خونه باسه کسی کنه. انگور چیه مردی که؟ الو. بله بفرمایید. میگم عثمان برنامه کودک ساختی ما رو به عنوان مهمون دعوت کنی و شیطون. اگه دلغک نیاز داشتیم حتما بهت میگم بیای. نگران نباش. عثمانو میفرستم بیاد دنبالت. خسته نباشی خاله. خسته نباشید. ممنون. خوش اومدی. خوش اومدی. ای عثمان این خانم خوشگله کیه؟ زینب خانم دختر یوسف دیوونه. ببخشید زینب اینجا همه لقب دارم وگرنه بابا زیاد آدم اسکلی هم نیست. ببخشید دیگه. لقب تو چیه عثمان؟ معروفم به عثمان آنتن. عثمان آنتن؟ یه حسی بهم میگه قبلا انگار این دختر رو دیدم. خوش اومدی زینب خانم. خوش اومدی دکتر. خوش باشین. خوش آمدین. ماشاءالله. چرا میخندی؟ زینب آمده. این رفیق احمق منو ببخشید. تازه تصادف کرده. زیاد مغزی سر جاش نیست. یه دیگه اسکال بدبخت. زینب آمده. سر نمیفهمی هر شب میاد. هر شب میاد انزا. آنتن؟ آره آره همه چی آماده است. تقدیم شما. دیگه ببینم چی کار میکنی. هر شب درباره من حرف میزنی؟ کت خدا وقت نداریم. بریم زودتر دیگه. زینب بانو بنده مدیر این پروژه هستم. چطور آدمیه؟ ایشون جناب شیفک خیکی هستن که با مصطفی تصادف کرد. ایشون آقای شیفک هستن. کت خدا کلی کار داریم. باید این آنتنا رو تنظیمشون کنیم. نگران نباشید. من برای همین اومدم اینجا که کمکتون کنم. فقط به من بگید کی قراره پولو بده؟ سوال خوبی کردی. هنوز پول پیدا نکردیم. ولی نگران نباش. هر کاری باشه انجام میدیم که پولشو در بیاریم. شما خیالت راحت باشه. حتما این کارو میکنیم. شبکه درست کردیم. چی پخش کنیم؟ رئیس میگه تو برنامه‌ها شماها باید باشین. آخه ما کاری بلد نیستیم که. راست میگه. خب چی پخش کنیم تو این تلویزیون خراب شده که قراره راه بندازیم؟ کلی حیوان هم انزا نشسته. از هر کدوم 10 دقیقه فیلم بگیری یه مستند راضی بگام. فقط با مستند نمیشه. باید خبر پخش کنیم. اول باید پول پیدا کنیم بعد بهش فکر کنیم. باور کن قلبم داره زیگزاگ میزنه. زیگزاگ زیگزاگ تیک تاک تیک تاک. عثمان بیا فردا با هم بریم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم.
چی شده داداش؟ چرا شنا نمیکنی؟ من چی زبله بشه؟ تو یه فکری بار خودت بکن. یا زیر آفتاب نمون، کپک میزنی. تو برای چی دختر خارجی به خودت میاری؟ مگه ما اینجا دختر نداریم؟ خجالت بکش دیگه. خجالت بکش، خجالت بکش. کپشم. زیاد زیر آفتاب مونده، داره چرت و پرت میگه. ولش کن بابا. آدمای احمق این دور و بر زیادن. چی گفتی؟ میگم زیاد زیر آفتاب مونده، داره چرت و پرت میگه و همش هزیون میگه. ولش کن بابا. عمو چی میگه؟ بابا این پیرمرده رو ول کن دیگه، چه گیری دادی به حرفای اون؟ بابا حرفای من گوش بده. تو چی کار کردی؟ درس نخوندی؟ خب نه، زیاد درس نخوندم، تا راهنمایی خوندم، بعد با بابام زدیم تو کار گردشگری و ماهیگیری. الان هم که میخوایم یک شبکه تلویزیونی را بندازیم، اگه تو موافق باشی. به حضورت خیلی نیاز داریم، باید توی کارا بهمون کمک کنی. آره خب چند تا نقشه دارم واسه پول در آوردن، البته تو هم باید توی این مسیر کمکم کنی. بامزه است. آروم باش بابا. اینا دیگه نمیخوام، خسته شدم از گلادیاتور بودن، دیگه نمیخوام. هرشی ندانه انگار تیکار کرده، کت خدا که اینگت خسته شدی. برای سه قرون داشتم میمردم، مگه ندیدی چجوری میزد؟ رئیس داره نگاهت میکنه، ول کن بابا این حرفا رو، بریم به کارمون برسیم. بابا من درآمد، ببین تیگر به من دادن، اینم مال تو. بلکه یه شیه خورد میکنم، بعد خدمتون میدم کت خود. نمیخواد، مال خودت باشه، گوش نکتا. برو گم شو. عجب گلادیاتوره قشنگی، به به. خدا لعنتتون کنه، این چی آخه پوچیدین؟ عوضی های احمق، آبرومونو بردین، چرا نمیفهمین؟ بیا، بیا اونو بگیر، بیا. بیا لباس پوش بسری، گوسفند. بیا، بیا. یا اینم بگی، باش بازی کن. بچه دو ساله بیشون. تو هم باید سنت خجالت بکش. تو چرا با ما اینجوری صحبت میکنی ها؟ ما که گفتیم به ما پول بده، مگه دادی؟ اینم سر پروژه است، از پروژه ما برو بیرون. ما اومدیم اینجا، ما جون کردن پول در میاریم، پول در میاریم، ولی تو به راحتی میتونستی این پول به ما بدی؟ مگه نمیتونستی؟ مگه چقدر ازت پول گفتم بستی؟ بهتون نمیدم. میرم به تمامی اهالی روستا میگم بهتون هیچ کاری ندن، از گشنگی بمیرین. توف به ذات همتون گشنگه دای بد. هرچی میکشم از دست ایناست. مسخره شدیم ما، وای سنمون. وای چه از خدا این زنه یک ساعت داره به شما نگاه میکنه، فکر کنم عاشق شما شده. نظر خودتون چیه ها؟ نره متوجه شدم. ایشو میخوره پولدار باشن، بریم مخشونو بزنیم، نظرتون چیه ها؟ ببین به چه وضعی افتادیم ما. به خاطر جور کردن پول پروژه است، کار بدی که قرار نیست انجام بدی. باور کن ثوابم داره، از این بدبختی نجاتمون میدی. یه کاری انجام بده دیگه. باشه انجامش میدم، ولی بزنم چیزی نکنه. بگیر که اومدم، دارم میام. فقط این دستت باشه، برام دعا کن، مطمئن باشم که بزنم چیزی نمیگی. خیالت راحت باشه، این سینه صندوقچه امانات ملته، همه رازاشونو به من میگن. تو هم که میدونی من بهم میگن مخزن الاسرار. باشه، برام دعا کنید، برام دعا کنید. التماس دار. بسم الله الرحمن الرحیم. برو برو. روز بخیر مادام، خوبید؟ خوش اومدین.
چه انگشتای قشنگی دارین شما. چقدر ظریف. شما خیلی خوشگلین خانم. فکر کنم که خراب ماست. تو مگه خود خوارمایر نری؟ خب داریم فقط حرف میزنیم دیگه. مگه چیکار کردم؟ باستو بیرا. فقط حرف میزدی. از زن دست خجالت بشش مردی که بی تربیت. زن بابامی. به خاطر امثال شما گردشگری ضعیف شده. بی شعورا. الو زن داداش شریفه؟ بده من الان دهنش رو سرویس میکنم. زن داداش الان کت خدا داره لب ساحل مخه زن خارجی رو میزنه و دل میده و قلوه میگیره. باورت نمیشه چقدر عاشقش شده. در جریان باش. حلقش هم داد به من که نفهمم متأهله. بفهم با کی زندگی میکنه. یه چیز دیگه هم بگم. این زنه فکر کنم متأهل بود. میخواست مخه زن متأهل رو بزنه. میگم که یعنی انگشترش داد به من دیگه. بده من. دهن من که قرصه ولی این مصطفی خودت که بهتر میدونی دهنش گشاده میره همه جای خبرو پر میکنه. آبروت میره دیگه. اینو خلاص گفت. میگم چه تیز جد کرد. بجیر فکر کنم یه سرفنت داره. سرفنتشو باید پیدا کنه. کجاش هست؟ عالیه بابا. این سرفنت باید بادش کنه. جمعش کن جمعش کن. هی آقا تو این هوا میشه پرواز کرد؟ اصلا ببین هوا مناسب چتر بازیه. اصلا بادو ببین. مطمئنی که خطری نداره؟ سوسول وضعیت چیه بابا؟ کلن در ماه یک نفر میمیره. ببین طبق محاسبات من 27 روز دیگه فقط یک نفر اونجا میمیره. چون 4 روز پیش یک نفر مرد. متوجه کسی میگم دیگه مگه نه؟ نمیفهمم. آره فکر کنم نفهم. ببین گوششون گوشو بایستا آقا کجا دارین میرین؟ منو بپوشون. بایستا نمیخواد بزنین. بذارید یکم فکر کنم. کت خدا داشتیم حال میکردیم. زدی تو حالمون. دارم فکر میکنم که چه غلطی باید بکنیم. همین روزا تایممون تموم میشه. زمان میگذره. ببین تراکتور من چه بلای سرش اومده. الان صحبت تراکتور تو نیست که. هی میگی تراکتورم تراکتورم. مورد شور اون تراکتورت. همش به خاطر اون شیفه که الدنگه. این اوضاع رو درست کرد. عثمان چقدر دیگه پول مونده؟ چقدر از اونا مونده؟ اگه حساب این چیزایی که رو میزه رو کم کنیم بگم 3000 تایی برامون بمونه اگه اشتباه نکنم. عمران اگه بتونیم این پول رو جور کنیم. مگر اینکه بریم ما سرقت کنیم. بریم بانکو بزنیم. بریم دزدی. ها پیشنهاد خوبی بود. منم که مشکلی ندارم پایم. چی میگین شما ها؟ من همینجوری گفتم. الکی گفتم. میدونید که. ولی به نظرم فکر خیلی خوبیه. کت خدا جان. آره خوبه بریم دزدی. عالیه به نظرم. باشه بریم. ما جور دیگه ای نمیتونیم این پولو به دست بیاریم. آماده شین میریم دزدی. آماده شین میریم
بانکو بزنیم، بانک بزنیم، بانک بزنیم. مصطفی، میدونی که باید چی کار کنی ها؟ حال من نقشه رو حفظم، میریم داخل و کارو تمام میکنیم، کل پولا رو میگیم، میایم بیرون، تمام میشه. دست گل و آب ندینا، خیالت جمع، صدامون میریم تو بانک. مصطفی تو میری نگهبان و خلص سلام میکنی، بعد به همه میگی بخوابن رو زمین، وقتی همه خوابیدن کت خودم میره تفنگو میذاره رو سر صندوق دار، بهش میگی پولا رو بده، اونم همه پولا رو میریزه تو کیف و الان اینجوری پولا رو میتونیم جمع کنیم. چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ خب راش همینه، همینجوری دوزی میکنن. سلام داداش، دیوار برتنه کشیدن شورتش آبیه، شورت قشنگه. مگه تو اینا دست نمیشورن؟ بی پدر چی کار کردی احمق؟ خب صورت ما رو دیده بود. خب آخه احمق، هنوز که نرفتیم تو بانک بخوایم دزدی کنیم، چرا آخه اینا میزنی؟ بیاییم ببریم اجه جای مخفیش کنیم، اینجوری زایه از کف دستشوی بله خب افتاده. بیاییم بریم اینا جمعش کنیم، بریم بزنیمشون تو. بیا بیا بیا، من سوت باش، سوت باش، واسطا 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 لنده. حالا برو، حالا برو توالت، برو برو برو، خوبه خوبه، بزنه خر داره. سوت باش، سوت باش، فلاش تانک هم بکش، یکم صورت همو بشونم اینجا، زیاد حالم خوب نیست. این آبش کجاست؟ خوبه خوبه، حالا فکرم بهترم. چرا بارو بکشین سرتون، زود باشین. اوف تبوی میده، مال کیه؟ عجب خری میده هرکی. چقدر بلنده. خب اینو بشور. اینم زن من بهم داده، نمیدونم اندازم هست یا نه. خب معلومه مرادم تمیزی بوده. بدش به من، این مال زن منه، این اندازه سر منه، اینا بزن تو. بیا اینو بزن، اگه عروسی میخوای بری احمق. اوز هر چی شما بگین کت خدا زن، هر چی که شما هم بکنی. بیا اینو بزن. عجب عینکی، قیافت خیلی باشه. مال زن منه ولی اشکالی نداره، سود باش دیگه، آماده شو. خوشتیب شدم نه؟ بس یادتون باشه چی گفتم، همون نقشه ای که بهتون گفتم انجام میدیم. که میگم منم. خب دیگه بریم باش بزنیم، بریم. شما بفهمم بزن کرد. نباستون باشه، کسی نباید ما رو ببینه، اصلا نباید ما رو بشناسن، مراقب باشید. خب زود باشید. واسمون هست بابا کت خدا، ای بار اول منه. بیا بیا این اسلحه پره، مراقب باش. آفرین. اگه یه موقع شلی کرد با همین اسلحه میزنه تو سرش. چی میگی تو؟ من به عمرم یه مرغم نکشتم. خدایا به تو پناه میبرم. خدایا چی کار کنم از دست اینا؟ با پای راست بریم داخل. پتو پتو پتو. بسم الله کن، بسم الله کن مصطفی. سلام علیکم، این یه دوستی، دستاتونو ببریم بالای سرتون. زود باشی، زود باشی. من با کس شوخی ندارم. بیا پولا رو بریستین. ساعت کاری هنوز شروع نشده، یکم صبر کنین، زیادتون نمیکشه. آخرام نفهمید مگه ساعت کاری داره خانم؟ مگه نمیبینی نوبت منه؟ مگه تو هم اومدی دزدین؟ نه من اومدم حقوقمو بگیرم. عجله داریم بابا. خب راست میگی دیگه، ما بعد ایشون اومدیم. کار شما تموم شد خانم. خیلی خوب. خب حالا دزدی کن. 50,000 تا بده. زود باش. کار شما چیه؟ 50,000 تا. دزدی. زود باش. بریس تو این کیسه. نه 5,000 تا برای تعمیر تراکتور من بده. میشه 55,000 تا. زود باش. کارت ملیتونو بدین لطفاً. بله حتما الان تقدیمتون میکنم. بفرمایید. اولین باری دزدی میکنین؟
یعنی اینقدر مشخصه؟ خب فکر میکنم شما نیاز به زامن داری. خب از کجا پیدا کنم؟ خب به نظرت این میتونه سرپرست من باشه؟ حتما فیش حقوقی دارین دیگه. آره نه، یه وام داشتم که تسویه نکردم، برای همون اومدن خودم رو گرفتن. چت خدا باید زامن من بشه دوباره وام بگیرم. نه من نمیشم، من نمیشم. بدون زامن نمیشه؟ میشه، اما مقدار وام خیلی کم میشه. خب چقدر؟ 3000 تا. اونم خوبه، بد نیست، خوبه. شما قبلا از ما وام گرفته بودین، قسط شما مونده. از این پول کمش میکنم، بقیه رو تقدیم میکنم. شما 55000 تا از ما وام میخواین و یه بدهی 52000 تایی از قبل داشتین. این پول از مقدار وام کم میکنم و مقدار باقی مانده رو همین الان تقدیمتون میکنم. الان چه گفتی خانم؟ امضا کنین لطفا. بفرمایید، تقدیم شما. ممنون که با اینکه ما را انتخاب کردین. روز خوبی داشته باشین. خواهش میکنم. بریم چت خدا. بریم. ما الان دوزی کردیم. سینا قد امضا گرفتم پس. سلام آقایون. چی میگی؟ ما اومده بودیم یک 5000 تا بگیریم واسه تراکتور مصطفی. ما بودی؟ چی میگی تو؟ ها؟ با چی ساخته؟ آی دمم وای. فکر کنم با اونش اومد، حالش خوبه. من الان کجام؟ توی بیمارستانه، همه چیز مرتبه حاضی. باید به حساب خودت مسلط باشی. دزدی چی شد؟ چه دزدی بابا؟ تالت بد شد و افتادی زمین، اصلا نتونستیم وارد بانک بشیم. چه دزدی آخه؟ خیلی ما رو ترسندی، کت خدا فکر کردی مردی؟ خدای نکرده اگر تو زبونم لال. الان بهتری؟ نمیتونم، نمیتونم نفس بکشم. به دکتر بگین بیاد منو ببینه. دکتر الان انزا بود کت خدا، گفت خوب میشی، خیالت راحت باشه. دکتر بگین بیاد، داره حالم خراب میشه. پیر مرد خسته، پیر زن خسته، مصطفی برو بیرون، یه حرف خصوصی با عثمان دارم. زود باش برو بیرون. وقت تکتی که مستونت بود، فکر امانت بود غیر سرت. عثمان اوضای من اصلا خوب نیست، هر جور شده منو خوب کن. لازم شد منو ببر آمریکا، اونجا درمونم کن. من خیلی حالم بده. خیلی خبرای خوب برات دارم، خیلی مهمه که من سالم ببینم. چقدر بزرگش میکنی، هر کی تو رو ببینه فکر میکنه قراره بمیری. آخه این چه حرفیه میزنی مرد؟ اونقدرم وضعیتت بد نیست. خب بعدش اینا هم که میگی خیلی پول لازم داره واسه انجام دادنش. تو نگران نباش، هر جور باشه من جورش میکنم، جورش میکنم. از کجا میخوای جورش کنی آخه؟ بابای خدا بیامرزم یکم پول به حسابم ریخته بود، فقط گفته بود که برای روز مبادا استفاده کنم. خب الانم روز مبادا است دیگه. تو حسابت کلی پول داری؟ آره. خب چقدر؟ نزدیک 30000 تا. 30000 تا پول دارم. تو 30000 تا پول داشتی و به هیچ کس نگفته بودی؟ آخه چطوری؟ نه سنم خبر نداره، نباید بهش چیزی بگی، مراقب باش. خب نمیدونم بهت بگم یا نه، ولی از سلامتی زیاد چشم آب نمیخوره. فکر کنم زیاد زنده نمونی و همینجا بیافتی بمیری. ولی
حواسم به دستم. کسی نمیدونه. ازت میخوام این فقط یه راز بین خودمون باشه. خب تو که میدونی دهن من قرص قرص راز نگه دارم، خیالت جمع. به مصطفی هم چیزی نمیگم چون خودت بهتر میدونی، اون مصطفی این خبرها رو به همه میگه. پس کلی پول داره. ای خدا نزدیک بود برای دزدی بیافتیم زندان. خیر سرمان، معلومه داره چه غلطی میکنه. تو چرا داری داد میزنی اخه؟ این خبر رو گفت حتی به زنم هم نگو، فقط به من گفته. منم گفتم به مصطفی چیزی نمیگم چون دهنش لقه. تو همه داری الان داد میزنی اخه، این درسته؟ یکم از من یاد بگیر. ببین چقدر دهنم قرصه، هیچ خبری رو به هیچ کس نمیگم. دهنم قرصه، میفهمی دیگه چی میگم؟ آره نه، من از کجا بدونم؟ فقط به تو گفتم پسر. خب من میدونم باش چی کار کنم. یه نقشه دارم واسش. پاشو پاشو بریم. بلند شو. کجا بریم؟ حالت خوبه بابا جان؟ خفه شو داری چی کار میکنی؟ دلم احوالشو میپرسم. ای بابا مصطفی، دیوونم کردی. از دست تو چی کار کنم؟ دو دقیقه آروم بگیر دیگه. پس یه شفته دیگه میمیری. سیم دوزدی میکنم. نقشمو که بهت گفتم، گفتم میخوام اذیتش کنیم. گفتم که میخوایم که حتخدا رو اذیتش کنیم. ای بابا چرا گوش نمیدی مصطفی؟ بیا برش دعا کنیم. چیکار کنیم؟ لای امین، این دیگه رفتنیه. خدا رحمتش کنه، مرد خیلی خوبی. آره قطعا رفتنیه دوسته. بریم. نازی نفست گنابی، همه دکترها گفتن میمیری. خدا حسدش میکردم ولی نتونستم به شماها بگم. نخواستم شما رو ناراحت کنم چون شما رو دوست دارم. نخواستم هیچکی رو ناراحت کنم. کت خدا داره چی میگه برای خودش؟ چی شد؟ چی گفتنه؟ الان منظورش چیه؟ گفتن آخر هفته میمیری. خوب شد عثمان اومد جلوم و فهمیدم. بابا همه دکترها برای خودشون چیزی میگن. همشون گفتن. عثمان اومد داخل و دید که با دوستام خدافزی کردم. من گفتم مریضم ولی باور نمی کردن. هیچ کس باور نکرد. فکر می کردن که من دارم دروغ میگم و تمارز میکنم، ولی من مریضم، باور کنید مریضم. به زودی هم میمیرم. الان چی شد؟ چی شد؟ چیزی که نباید بشه شد. مردم خیلی تو را دوست دارن شد خدا. یک تشه جنازه خیلی لاشری برات میگیرن از این سر تا اون سر شهر. من خودم یه دوست دارم تو کار کفن و دفنه. کارش خیلی خوب و تمیزه. یه پولی بهمون بده، یک مراسم ختم خوب برات بگیریم که آبروت حفظ شه. نگران نباش، من پولو بهت میدم. خدا ازت راضی باشه. از قدیم گفتن پولی که به دلت نیاد خرج کنی پول کفنت میشه. داره پول کفن من میشه. بابا کت خدا، یه هفته دیگه میافتی میمیری. این پولا رو برای چی جمع کردی؟ برو یکم تفریح کن، برای خودت خرج کن. ما پول نداریم برای انتظار. اینا رو برداریم ببریم. ساکت باش، میدونم دارم چی میگم. بیا آخه بینزا اینا همش تمیزه. اصلا ما دست نزدیم، فقط یه دونه انگوش فرو کردیم تو این لیوان. برده ببر، همه رو برده ببر. من هم یه انگوش بزنم. دستت دررت دهنه کسافت بیشو. بست دیگه احمقا، چیکار دارین میکنین؟ میبینید که من دارم چی میکشم؟ شما دارید با هم دعوا میکنین؟ بیاین همه این پولا مال شما. من هیچیشو نمیخوام. همشون مال تو. اینم مال تو، برای همه تون باشه. من پول نمیخوام. همشو جمع کنید.
رفت. ولکن ولکن بذار من جمع کنم بابا. ولکن پولا رو برا من گذاشت. ولکن دیگه مصطفی ولکن. نمیخواد زحمت نکش. خدا خیرت بده. سلام برسون. با منی؟ تو وضع منو نمیبینی؟ میگم ندارم. ندارم. بعدم بگیر. حیف. بابا دادم خوبی بود. تو یه ذره بهش نرفتی. اصلا مثل اون نیستی. تو مگه مثل سلیم نیستی. به سر اونی. هرچی باشه که نباید پدر خودتو انکار کنی. اون پدرته. بی تربیت. برای سه قرون خجالت نمی کشی؟ بیا اینه بگیر. بیا همه اینا مال تو. همشونو بردارو بپوش. بهت میگم ندارم. اینم ببگیر. اینم ببر. بیا 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 اینم بگیر. لعنت بهت بی تربیت به سر احمق. میبینی که پول ندارم. همشو ببر. خاک بر سرت بکنم. در باز کن شریف. در باز کن. مریضم. خستم. در رو باز کن. دارم میمیرم. اومدم اینجا بمیرم. شریفه تو چرا اینجوری شدی؟ دارم میمیرم. تو چرا این شکلی شدی؟ خواهش میکنم به شکل قبلت برگرد. هی کیه اونجا؟ بهتر بودی. وای خدا برو به خالی شریف خبر بده. وای خدا. وای خدا. برات واقعا متاسفم. آخر ببینم کاری میکنی که این خره وامون درو بکشمش. خالی شریف. خالی شریف. بسم الله الرحمن الرحیم. چی شده دختر؟ بابام شوهرتو تو طویله با خره ما گیر انداخته. نگو. خاک بر سرم. آبروم رفت. بودو 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 بریم. بودو بریم. خدا لعنتت کنه مرد. میگم خره قشنگی داری. قدرشو بدون. خیلی قشنگه. جد خدا تو بزرگ مایی. الان مسی و هیچی متوجه نیستی. برو تو نزدم اد. بزن بمیرم. بزن بزن. ای وای. تو ببین چه خاکی تو سرم شد. ببین مرد. ببین چه آبرومونو بردی. توف. تو ذاتت مرتی که. خوش اومدی شریف جون. جلوی بچه ها خجالت نمی کشی با این وضع؟ بگی لباساتو بپوش. دنیای بدون بابا رو نمیخوام. نمیخوام. چه غلطی میکنی؟ دریار دریار. شلوارت هم دریار. لخ بگر. اشتها وارد نشبه. یه پایین بابا. چرا لخته؟ چی نگو؟ ای بابا چی شده؟ نه دیگه چی؟ اینا همش تقصیر توی مصطفی. تو بهش گفتی برو حل کن. اینا ماده پیش خره. حالا این گندو چجوری جمعش کنیم؟ صندوق شما برو داخل. من بعدم میام. همه چیز برات توضیح میدم. با این مرتی که دیگه زندگی نکن. شدم رفت. خیلی مخلصه. عثمان
چی شده؟ هیچی، رفته بودیم یکم نوشیدنی بخوریم که خدا خیلی مست شده. تنهاش بذاری بخرم میخواد. لا اله الا الله. یه کار بد کنه. بایرام خر خوبیه، قدشو بدون. مصطفی اینو ببر تا نظرمش. ببره. شما هم جمع کنیم بریم دیگه. بریم. بیا بریم بابا، بیا بریم. گند زدیم. وقتی چه فهمید فقط یک هفته از خودش باقی مونده. ما را برد کاباره مزبورمون کرد، گفت باید نجسی بخورید. بجنه من از شما راضی نیستم. مزبورمون کرد، گفت باید به این خانوما اصلا نمیتونم برگذارم. وای خدا، آخه این چه کاریه که تو میکنی مرد؟ آدم تو روزای آخر عمرش میره کاباره؟ حرومت باشه کارایی که برات کردم، حرومت باشه. تو کاباره نرفته، رفته کلوب. ها؟ مگه نه عثمان؟ نمیدونم والا، ما رو برده بود جای تاریک، یه خانومه ای داشت آهنگ میخوند، لباسش هم زیاد بگی نگی خوب نبود، گیر داده بود که بیایم بریم اینجا بچه ها. گفتم آقا مگه تو زن نداری؟ گفت اصلا گور بابای شریفه، نمیخوام دیگه با اون باشم، اون پیر شده بود دیگه به درد نمیخوره. همینا رو گفت. حالا من به درد نخور شدم ها؟ ای وای، سر پیری و معرکه گیری؟ آره، صبحم که تو سالونم افتاده بود دنبال زنای مردم، زن شوهر داشت افتاده بود دنبال اون، شوهرش فهمید داشت خیلی اوضاع خراب میشه، نذاشتیم بره سراغ زنا، تا ولش کردیم اومد سراغ این خره بی تربیت. آره خوبیه، دیوانه شده، هر چی پول داشته از بانک کشیده بیرون داده به این خره، فکر کرده خره دوست دخترشه، دور از جون شما. همینجوری پول ریخته به پای یارو، همینجوری پول ریخته به پای یارو. گفتی پول؟ پول بابام بود، پول بابام بود. بدین من، پول بدین. اینا رو به من امانت داده بود، گفت پیشتو امانت بمونه. الانم که زشت من خیانت در امانت بکنم، هر وقت بیدار شد پس میدم. هر وقت بیدار شد پس میدین. آره، یا خودتون پولو پس میدین یا من ازتون میگیرم. بده به من ببینم. بده پولو، پولو بده به من. این همه آدم چرا پولا رو داده به شما خنگا؟ به من داد، گفت به تو خیلی اعتماد دارم، گفت کارای کفن و دفنم رو تو انجام بده، حالا به من چه، هر کاری میخواین با اون پولا انجام بدین. من فقط به فکر آبروتون بودم، مصطفی هم همینطور، وگرنه میخواستیم یه مراسمی براش بگیریم که از مراسم عروسیتونم بهتر باشه، پولی به پاش بریزیم که تا حالا ندیدین. هر کاری دوست دارین بکنین، نمیذارم به این پول دست بزنین، نه شما نه این مرتیکه مست. میذارمش بانک. انزام شبه زده؟ آخه من چطور نفهمیدم؟ خره من فهمید ولی تو نفهمیدی. عجیبه، هنوز درگیر خره است، فکر کنم دیگه عاشقش شده واقعا. خیلی خوبه، خرابش نکنه. مصطفی اگه بلد نیستی دست نزن. آره هست، همینجاست. پدر بزرگ خدا بیامرزه من پهلوان بود و توی این روستا کشتی میگرفت و من هم مطابقی اون تصمیم گرفتم. دو دقیقه خفهشو زر نزن. کنت خدا، فهمیدم تو قبلا پهلوان بودی مگه نه؟ مگه تو پهلوان بودی؟ آره یه کارایی کردم، وقتی تو میدون میرفتیم، وقتی که آهنگ میذاشتن منو جف میگرفت، هر کی که جلو دستم بود و زیر میگرفتم، البته عمدی نبود ها، ولی هر کی که می اومد جلوی دستم من اونو آقا این خبر زنی ولش کن بابا، ولش کن چت خدا داری چی کار میکنی؟ ببخشید همینجوری جفگیر شدم، اما الان از من گذشته، فشارم داره میره بالا، یکی بیاد فشار خون منو بگیره دیگه الان نمیتونم. راست میگی دیگه، فشار خون و قلب درد و اینا بهت اجازه نمیده کاری کنی. اون زمان که پهلوان بودی و یک قولی برای خودت بودی، هیچ کاری برای ما نکردی. الان هم که به روغن سوزی افتادی، باید گنگکاری تو ما جمع کنیم. بابا یه کاری برامون انجام بده. تا چه میگی بابا؟ من مطمئنم که خدا میتونه یک کار بزرگ برامون انجام بده. حتی باورتون نمیشه، کل این پولو میتونیم جور کنیم. من میتونم. آره من بهت ایمان دارم. قبوله، با شما کار میکنیم. آره به نظرم هر ستاییمون تو مسابقه شرکت کنیم، من خودم به مصطفی کشتی رو یاد میدم و آخرش میتونیم یه جایزه توپول ببریم. میگم که با شما کار میکنیم، فقط بگو کی شروع میشه. من میگم جدم کشتیگیر بوده، میخوای به من یاد بدی مرتشه؟ گفتی کی شروع میشه؟ هفته بعد. از گروه سمت چپ سلمان و از گروه سمت راست مصطفی.
مبارک باشه، میبینم شبکه رو راه انداختین. آره آره، داریم روش کار میکنیم. آنتن نداریم. دور و برت نگاه کن ببین، آخه مشکل فقط آنتنه، هیچ اینجا آماده نیست. عصبانی نشو. از تو عصبانی نشدم، از دست اینا عصبانی شدم. پولا چی شد پس؟ اگه پول جمع کنیم انجامش میدیم، مطمئن باشی. تا حالا من این کاری کردیم. خب تو این زمانه کم فقط میتونیم بانک بزنیم. اونو امتحان کردیم جواب نداد. یه کارش میکنیم، باور کنیم. پاشو عثمان، بهتره به اینجای دستی بکشیم و مرتبش کنیم. بله چشم. هی عثمان، فردا که میام باید پولو جور کرده باشی. منو ببین خیکی، یه بار دیگه حرف از پول بزنی یک جوری میزنم عین بادکنک بترکی. والا گامشو برو دیگه، دورور خودم نبینمت. دهاتی خر، خدافظ. بیا با میزا شروع کنیم. باشه چشم، حتما. من برم یکم استراحت کنم، فردا با مصطفی میام. خسته نباشید مصطفی. بلند شو، بلند شو بریم مصطفی. باید بریم، بریم که من خیلی حالم بده. مصطفی بلند شو. مصطفی بیا بریم. مردین بلند شو مصطفی. کبوتر بطه کرده. برو سود باش، سود باش. کاش بودی همه دیدی. میگم مصطفی رو دیدی چه حالی بود؟ آره. نهی بابا بیا از اینجا شروع کنیم، بذارش اون طرف. اون طرف. نه اون طرفی. بی خب بیا اینور، بیا بایسته یواش. بیا بیا صندلی رو هم بذاریم بالا. بیا یک کمکی بده باش. از اون طرف داره میفته. بیا بیا اون برشو بگیر، اون برشو بگیر. وستا سنگینه، وستا وستا. میگم زینب، از اینجا منظره خیلی قشنگ تره، دوست داری اینجا تو عوض کنی بیا اینجا بشینی کنار من؟ باشه. مصطفی رو که میشناسی، چند روز پیش رفته بود پیش خانمه، میخواست دزدکی رو ببوزه. به نظرم کارش قشنگ نبود. من هیچ وقت این کار رو انجام نمیدم. میدونی این مدلی نیستن دیگه. چرا تو رومانتیک نیستی؟ به خاطر اینکه برام سخته، تا حالا از این کار رو نکردم. فقط یه بار بود که... چی گفتی؟ چی؟ ولش کن، الکی گفتم. فقط یه بار بود که به اصرار مصطفی گفت بریم به دختر متلک بندازیم. فقط همون یه بار بود به خدا. آدم وقتی یکی رو دوست داره چرا باید بره به دختر مردم متلک بندازه؟ آخه این کار درستی نیست به نظر من، و من اصلا از این کارا خوشم نمیاد. باور کن. این چیه رو دستت؟ این چیه؟ چه دسته؟ چه دست قشنگی داری، باور کن. من دستامو با صابون گلنار میشورم، ولی تو دست خیلی ظریفی داری. از چشم بد دور باشی الهی. بعضی وقتا خیلی شوخی میکنم، ولی همیشه اینجوری نیستم. تو الان منو بوسیدی؟ یه ها یه حالی شدم. تو از که اینجا نشستی؟ ما که با هم اومدیم، از اونجا اومدیم، از اونجا. دست منو بوسید. شما تو چای چی ریخته بودین؟ عثمان، وقتمون تموم شده، چیکار کنیم؟ پول نداریم، باید چیکار کنیم؟ والا فکر منم خیلی به هم ریخته است. جبرستان. چی؟ جبرستان قدیم. چی میگه این؟ دیوونه شده داره چی میگه؟ چی میگی تو؟ قبرستون دیگه چیه؟ میگن اونزا طلا هست، ولی کسی جرئت نمیکنه بره اونزا. ما
من یه دوباره نیت کردم برم اونجا، ولی دست آخر پشیمان شدم. خیلی خطرناکه ولی میارزه. من نمیرم. آخه این چه کاریه؟ راست میگه، اونجا جای مزخرفیه، منم نمیام. رو من حساب نکنی ها. میگن اونجا جن داره، میری یه موقع اونجا جن زده میشی، میزنن دوست سنه یه موقع. نکن این کار نکن، من عمرم برم اونجا رو. بخیال شو، اگه بریم جن زده میشیم. بابا بزرگم گفته زیر اون درخت قدیمیه دفن شده. من که نمیرم، زینب داره میاد. هیچی نگین، زینب داره میاد. بیفرمان بشینین. پول جور نشد؟ آره، انگار از آمریکا به خبرش پول بیارم. روز آسمان دست منو ماش کرده، اصلا یه جور خال شده بود. یه ماش بزنم دندونات بریزه توی دهنت مرد. یارم یکی زنی از دیوار صافی هم بیرون، بعد بارو بزن بابا، بزن اونا بیام بعد بزن. بلنشو بریم تا نزدم لهش نکردم. اسمش تو تاریخ به عنوان سریع ترین مرد ثبت میکنم. ثبت کنید. کجا میرین؟ منم باهاتون میام. برای تو اصلا جای مناسبی نیست، همینجا میشینی و به کارات میرسی. من و مصطفی و کت خدا میریم. بریم. شما یه کارایی میکنید اما مطمئنم به زودی صداش در میاد. جوان ها اون طرف نرید، هر کی رفته دیگه بر نگشته، برای همین نرید اونجا. براتی فضولی مگه؟ چون میمیری. ولش کن بابا، مصطفی بیا بریم، زود باش کاس بده. کنه سانتیای واسه تا چرخم را میده. تا فضایی آمده، فضایی بسته ببین، بسته قرار نکنین، من حلش میکنم. سلام، خوبین؟ ما از روستا پایین اومدیم. صفدر، تویی؟ اینجا چی کار میکنی؟ این موقع شب اومدید اینجا چی کار؟ ما این پشت کندوی عسل داریم، اومدیم به کندوهامون سر بزنیم. شما اینجا چی کار میکنی؟ ما میخواییم راه آب روستا رو پیدا بکنیم، فکر کنم از اینجا میگذره. باشه بابا، خسته نباشید. به خیر گذشت. ولی این چه لباسی بود اینا نصف شبی تنشون کرده بودن؟ آره منم از ترس به خودم ترسیدم دیگم. یعنی ساکت باشی، همش تقصیر شما دوتاست. من که گفتم نریم. من از این فیلم خارات زیاد دیدم. این آدم فضایی ها میان هممونو برمیدارن، میرن تو سفینه، سور بی داغ میریزن توی یه جای بدمون. یعنی نمیتونم الان اسمشو بگم، خیلی ترسناکه. بیاین با هم دعا کنین دوستان، برای آخرتمون دعا کنین. بهتون گفتم نیای اینجا. اگه به اولاق گفته بودم فهمیده بود اینجا ترسناکه. هر کی اومده زنده بر نگشته، به شما اختار کرده بود. به حرفای این مرده گوش کنید، ما اشتباه کردیم اومدیم اینجا. اما تو کی هستی؟ صبح تا شب کار زندگی نداری مثل آدم؟ من اصلا منصرف شدم، بیاین از اینجا بریم. بی خیال پول بابا، پول چه ارزشی داره؟ شلوارم خیس شد. باور کنید که منم پشیمونم، اصلا چرا عقلمو دادم دست شما دوتا احمق. بریم بریم مصطفی، بریم بریم، زود باش. بریم زود سوار شیم. اون طرف شو سنگین نکن. آخه احمق، تو کدوم فیلم ترسناک دیدی این موقع ماشینشون روشن شه؟ باید بادایین، 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 بادایین. یه چول بده خب بابا، تراکتور انتی میشه. عثمان، عثمان. زینب تو کی اومدی؟ خوش اومدی. الان اومدم با کت خدا و مصطفی اومدم. قهوه درست کردم، میخوری؟ آره با شکر، خیلی دوست دارم. بیا بشینیم صحبت کنیم. من دوست دارم تا آخر عمر باید صحبت کنم.
وای با این سینه چایی فکر میکنم خواستگار اومده. انشالله اونم میشه. مطمئنم که میشه. نه از عروسی خوشم نمیاد، آدمو محدود میکنه. اما اگه مرد رویاهام باشه شاید ازدواج کنم. بیا عروسی کنی. آخه کسی اینطوری خواستگاری میکنه؟ چقدر تو احمقی، یکم رمانتیک باش. من که برای خودم نگفتم، برای مصطفی، مصطفی برای مصطفی گفتم. به من چه ربطی داره؟ برای چی عمر میزی گردن من؟ یه عروسی علکی میگیریم، بعد با هدیه‌های عروسی مشکل مالیمون رو حل میکنیم. به نظرم این آخرین و بهترین راه ما. آخه این چه نقشه ای عثمان؟ میخوای مصطفی رو بدبخت کنی؟ تو اگه بیل زن بودی باقچه خواهد بیل میزدی بی بیل. من یکی رو برای خودم دارم، تو چی میگی؟ هوش خوبی داری ولی فقط تو کارهای احمقانه، تو کارهای احمقانه. مثل اینکه شما واقعا جدی هستین. چطور میخواین شبکه رو راه بندازین؟ آخه بدون پول مگه ممکنه؟ اصلا ممکن نیست، اصلا ممکن نیست. یه دختر خوب مد نظر دارم، گلیزار، دختر عمو محمود. اونا پولدارم هستن، دخترشون رو به این ندن، آخه به کی میخوان بدن؟ بعد با پول هدیه ها میتونه تراکتورش هم تعمیر کنه. آره خب تو این روستا کسی دیگه به جز من تراکتور نداره، ولی من دختر عمو محمود رو نمیخوام. عمو محمود عزیز به حرفم گوش کن. عمو محمود اینا از باقی خودتونه، خیلی خوش نگید. آره مال باقی ما همش خراب شد، میدونن که من 10 هکتار باغ دارم. حرف مفت نزن. اما ما برای امر خیر اینجا اومدیم، اومدیم خواستگاری کنیم. آهای برای من خواستگار اومده. پس امر خیره، اینا هاش عروسم اومد. چی گفتی؟ انتخاب دیگه هم دارم. دمادونه تو الان چی گفتی؟ مگه گلیزار رو نمیخواستین؟ خب بالا شما دیگه بردارین ببرین. عثمان خوشبخت باشی پسرم. برای مصطفی میخواستیم. داماد اونه، داماد اونه، داماد. فرق نداره هر کی داماد باشه خوبه. مبارک باشه انشالله. مبارک باشه عثمانم. تو که دختر منو میخواستی چرا تا الان نگفت؟ بابا این میخواد داماد شه، نه من، مصطفی میخواد داماد شه. اجه سرشار خانم از عثمان خوششون اومده، خب من میشیشم کنار، این مثل دالاش من میمونه حقیقتا. برای مصطفی میخواییم، مگه نه مصطفی؟ خب مصطفی هم پسر خوبیه. چه داماد قشنگی. وضعیت مصطفی زیاد خوب نیست، میگه چی کار کنیم؟ خب میگم که زیاد پول نداره، میگه چی کار کنیم ها؟ مگه الان نگفت که 10 هکتار باغ داره؟ اصلا مهم نیست خرج عروسیشون با من، اصلا مهم نیست. این دختر دیگه 40 سالشه، از مصطفی خرتر دیگه پیدا نمیشه که. چونم وقت خوبی برای این کار نیست. خیلی خوب، مبارکه. بالاخره گرفتن. عثمان مگه تو نگفتی علیکیه؟ ترازم امضا گرفتن، پس اینا دارن چیکار میکنن؟ آگد آوردن. بابا دهنتو ببند، باید همه چیز واقعی باشه، بعدا خودم برات حلش میکنم. بابا جان یک دختر چی سر برگ من امضا کردم، صد هزار تا مهریه باید بدم من. کت خدا شما یه چیزی بگو بابا، اینا میخوان منو بدبخت کنن. مهمونای عزیز بفرمایید وسط، بفرمایید وسط، مشغول شید، زود باشید. بفرمایید، 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 بفرمایید. زمین نندازین، کجا میرین؟ خب منتظرتونیم. هیچی آهل ما نشد بابا جان. از طرف خاله عروس. بده من، بده من.
یک لیر در شش هست نچونه از طرف عمو از طرف پاره نکنه بابا حالا پنج لیر بس رفتیش رو آخه من خروس رو چجوری بندازم این تو بده بهش عروسشونه عروسشونه یه خروس از طرف پسرمه یه عروس من ریش دارم آخه خروس هم شد کادو این چی هم بود من از خروس گوش دادیم و مصطفی رو بدبخ کردیم خب منتظریم دستا بره تو جیب زود باشین دوستان زود باشین کت خدا ازت نمیگذرم من بدبخ کردیم زود باشین ولشون کن کت خدا اینا از ما خیلی بدبخترن خیلی زحمت کشید متشکرم بیش خدا کت خدا بیخیم کمشم عوضی زینب کاش که این پیش من میموندی کجا داری میری خفه شدی که بیا اینم مال تو سگ خور شما نیا خو نه چت خدا نزار منو بدنه اینا هم رفتن انشالله که خوشبخت بشه بین المللی زبان فارسی از موبیتس مدیا انترتیمنت کت خدا بی خیال چرا اینجوری میکنی با خودت نیمه پر لیوانو ببین مصطفی دیگه خوشبخت شد اصلا فکر ازدواج نبودین خفه شو اعصابم رو به هم نریز به حرف تو گوش کردیم که اینطوری شد پسره از بین رفتش بدبخت شد بدبخت شد نگران نباش پولا جورش میکنیم من این پولا جورش میکنم هر طور که شده حتی میرم این میزارو میفروشم اگه نشد خودم هم میرم میفروشم چی داری میگی عثمان؟ آخه این فکر از کجا اومد تو سر تو؟ تلویزیون آخه به چه درد تو میخوره که میاد تو رو ببینه پسر اگه خصیص نباشی و بهم پول بدی همه مردم منو میتونن ببینن فقط باید کم به خودم برسم و اونجوری میرم تو تلویزیون یه کار درست حسابی پیدا کن آخه تلویزیونم شد کار تو منو درک نمیکنی با مامانم همین کارو کردی همش یادمه همه کارایی که کردی و یادمه خجالت بکش پسر تو هم تو حرف کم میاری پای خدا بیامرز رو میکشی وسط تو اونای بیمارستانم حتی نبردیش پولا تو همش تو بانک نگه داشتی آخه این پولا به چه دردت میخوره یکم خرج کن به ما بده تو از اوزامون چی میدونستی مادرتو به خاطر فقر نتونستم ببرم بیمارستان میدونی نداری یعنی چی میدونی بی پولی یعنی چی میدونی سگ دو زدن یعنی چی پسر نه نمیدونی بعد مرگ اون میخوای با این پول چیکار کنی ها مادر که ندارم تو هم بمیری این پولا رو میخوام چیکار کنم از دستت ناراحتم ولی اگه بمیری من دیگه طاقت ندارم منم میافتم و میمیرم ولش کن من دیگه میرم صاب کن عثمان این پولو بگیر براش خیلی زحمت کشیده نقده دیگه نمیخواد تا بانک بری هر جور میخوای خرجش کن ممنون بابا ولی واسه به دست آوردن این پول خیلی زحمت کشیدیم اگه یکم صاب میکردی و عجله نمیکردی کل این پول خودم بهت میدادم پسره بیشو حالا این پول چقدره؟ 300 تایی هست پس حله دیگه بابا ممنون بده دستتو ببوسم بکش کنار برو راه بیافت بریم حوصله ندارم
شب بخیر. اولین قسمت از برنامه‌مون رو شروع می‌کنیم. ممنون از همه کسایی که ما رو حمایت و همراهی کردن. در آینده این نزدیک برنامه‌های متنوعی برای شما تهیه خواهیم کرد. به امید دیدار دوباره شما عزیزان. شب همگی خوش. خداحافظ. ببینید من سان خیلی روی مسائل تبلیغات و اینا مسلطم، در قبالش هزینه زیادی دریافت میشنم، یعنی باید یه هزینه زیادی به من بدین. حالا اگه ندارین زمینم میتونم از تون بگیرم، یعنی زمین هرچی که باشه دیگه، زمین خام باشه، دیوار کشیده باشه، دیوار گتی باشه، هرچی باشه گبوله من. باشه زیدونم گبوله من. پس حتی اگر پول بدین یه لاستیش بره تراکتورم بخرم بسه. برش کن اسم برنامه را چیز. Yarısından fayda yok.